معرفی کتاب داستان ناگفته اشرف به قلم طاهر بومدرا. داستان ناگفته اشرف عنوان کتابی است به قلم طاهر بومدرا که توسط انتشارات نیو جنریشن در 329 صفحه منتشر شده است. طاهر بومدرا مشاور ویژه یونامی درباره اشرف، ژوئیه 2010، می 2012، رئیس اداره حقوق بشر یونامی، ژانویه 2009، ژوئیه 2010، مسئول نظارت بر وضعیت انسانی در اشرف از مارس 2009 بوده است. بان کی‌مون دبیر کل ملل متحد در دسامبر 2011 در بحبوحه بحران اشرف و ضرب العجل نوری مالکی در پاسخ خود به پیشنهاد نمایندگان کنگره آمریکا که خواستار حضور دائمی ملل متحد در اشرف شده بودند، ضمن تشکر از این پیشنهاد به نقش طاهر بومدرا به عنوان مشاور ویژه یونامی در مورد اشرف در مانیتور وضعیت حقوق بشر اشاره می کند و می نویسد: بیش از یک سال است که مشاور ویژه یونامی در مورد کمپ اشرف و همراه کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان دیدارهای هفتگی از اشرف داشتند و ثابت شده است که چنین دیدارهایی در مطلع کردن ما از تحولات و نظارت بر صحت و سلامت ساکنان اشرف مفید بوده است. طاهر بومدرا عضو یک خانواده مجاهدان الجزایری است که بسیاری از اعضای خانواده اش از جمله پدر و عموهایش در دهه سال 1950 میلادی در نبردهای استقلال و انقلاب الجزایر علیه استعمار فرانسه به شهادت رسیدند. آقای بومدرا در سال 1980 از دانشگاه حقوق لندن فارغ التحصیل شد و به مدت 10 سال استاد حقوق در دانشگاه کنستانتین الجزایر بود. در سال 1991 معاون دبیر کل جامعه آفریقایی حقوق بین الملل و حقوق مقایسه ای شد و در همین رابطه ارتباطات گسترده ای با کشورهای آفریقایی و حقوقدانان و روشنفکران و مدافعان حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری در این کشورها پیدا کرد. وی همچنین مشاور کمیسیون آفریقایی حقوقی، انسانی و مردمی بود. طاهر بومدرا در سال 2004 به عنوان مدیر منطقه‌ای رفرم حقوق جزای بین‌المللی که در عمان مستقر بود، به مأموریت‌هایی در خاورمیانه رفت و تلاش کرد به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمک کند تا در حقوق جزا و وضعیت زندان‌ها رفرم ایجاد کنند. طاهر بومدرا در کتاب داستان ناگفته اشرف حقایق ناگفته زیادی را در مورد عملکرد سازمان ملل و همدستی مارتین کوبلر با دولت عراق و سفارت رژیم آخوندی برملا می کند. نویسنده در قالب بیان خاطرات خود به طور مبسوط عملکرد منفی ارگانهای سازمان ملل از جمله یونامی و کمیساریای عالی پناهندگان در قبال مجاهدان مستقر در اشرف را با ارائه وقایع به صورت مستند بیان می کند. او بر اساس مشاهدات شخصی و مراوداتی که به طور مستمر با جامعه دیپلماتیک در عراق داشته است، بخش دیگری از اقدامات پشت پرده دولت‌های غربی و سیاست استمالت از رژیم آخوندی را افشا می کند. بخشی از کتاب بومدرا به اقدامات کوبلر برای تخلیه اشرف به درخواست دولت عراق اختصاص دارد. وی فاش می‌سازد که پروژه انتقال از اشرف از ابتدا به قصد حفاظت و امنیت بیشتر برای ساکنان نبود، بلکه هدف منحل کردن سازمان مجاهدین و حتی دستگیری مسئولان آن و تحویل دادن آنها به رژیم آخوندی بود. بومدرا فاش می کند که چطور مارتین کوبلر ساعتها روی سناریوهای مختلف کار می کرد تا ضمن پیش برد اهداف خودش
همیشه مجاهدین را مورد سرزنش قرار دهد.